پول و غرورت ارزشش از دخترت بیشتره. فاصله تو و دخترت با هم یه اتاقه. فاصله کیانوش کاوه با دخترت یه وجه. این کاوه درنده با من این کارو نکنین دیگه، این بازی رو بس کنین. خواهش میکنم دخترمو ول کنین. هر کاری بگی من میکنم. بگین چیکار باید بکنم؟ بگو! جای شمشار رو میخوام با از روی این کاغذ با خط خودت نوشتنو. وقت کمه. نه میتونم 200 میلیون رو بشمارم. گوه بزن. میدونی چرا 200 میلیون خرجت میکنم؟ چون که تو توی آی سی یو نمیتونی بری، ولی من میتونم برم. برای که من دوست خود هستم، ولی تو رو پلیس میگیره، نمیتونی بری. پس تنها خاصیتت همینه؟ همینه؟ پس اگه نتونی بری بالا سر احمد رضا، وقت میشی آدم بی خاصیت. وقت توی آدم بی خاصیت که از من زیاد میدونه، از همون بیمارستان یه راست میری قبرستون. فقط کافی اون دستگاه تنفسی رو ازش جدا کنی. فقط 2 دقیقه. اون وقتی که احمد رضا میمیره، من تبرئه میشم. این شعب ما بس خوش آدم خاریه. سایه به سایت میاد. اگه دست دست با خطا کنی، دیکه بزرگت گوشته. جوجورده که زشت. بشینم اون عقب. الو، چیزی از زیر زبونش در اومد؟ آره، هم نوشت هم جای شمشا رو گفت. جاش کجاست؟
که بگم مثل این میمونه که ضمانتنامه خودم رو پاره کرده باشم، اونم با این نرقولی که بغلم نشوندی. از زرنگوازیه؟ حفاظت از جونمه. اگه پرویز به تو گفته به منم میگه، پس ضمانتی برای تو نداره. خودم میام از زیر زبانش میکشم بیرون. این که تو سر حرفات نباشی چیز عجیبی نیست، این که سر قولات به من نباشی، این که وقتی کارت با من تموم شد به سرنوشت بهزاد کیان دوچار شم، کار از محکم کاری عیب نمی کنه کیانوش خان، کار از محکم کاری عیب نمی کنه که شایسته رو درازش کردم، درازش کردم که یه نفر از جای شمشو خبر داشته باشه. حالا اون یه نفر منم. آره بیا، بیا از زبون خودش بشنو، البته اگه هنوز زنده باشه. ذوق و شوق فلک تکون خورده احمد رضاست، رفت که با جبه شیرینی برگرد. دست درد نکنه شیرین کام باشی. نوشه جان من میرم تو هر چایم باش بخورم بابا. باشه. سلام، شنیدی حال احمد رضا رو؟ سال کرده عروسی مونه، نمیتونم امسال کوفتمون بشه، اما حالی که پلکاش تکون خورده از همشو برمیگرد سر جاش. همسی دکتران میگن درصد ناامیدی بیشتر از امیدواریه، ولی تا امید هست چرا ناامیدی؟ حالا که امکان داره هر لحظه به هوش بیاد، میخوام وقتی منو میبینه خوب باشم، سر حال باشم، ظاهر و باطن. نمیخوام خستگی این 20 روزه رو توی صورتم ببینه. من به سلیقت احتیاج دارم. احمد از رنگ آبی و سفید و خیلی دوست داره. بیا بیا.
ببین، ولی سر این که از من زیاد میدونی حلائل میرزم تو حلقت. گم کردم، گم کردم. اگه امروز نری فردا دیگه اصلا نمیتونی بری. برو زودتر تو موقعیت قرار بگیر. ببین اگه نری فردا بدتر از امروز میشه، روز به روز بدتر میشه. بعد اینکه کارت تموم شد 5 دقیقه بعدش همه چی یادت میره، الا اینکه 200 میلیون تو دستته. ها؟ از پولت میگذری، از جونت چی؟ از اونم میگذری؟ بله. من با خجسته بابایی کار دارم. ولی ما اینجا تلفن برای کس وصل نمی کنیم. میدونم، ولی کار واجبیه، مسئله مهمیه. خجسته تو آیسیو بالا سر شوهرشه، باید باش حرف بزنم. خواهش میکنم خانم، دسترسی دیگه بهش ندارم. خواهش میکنم. یه لحظه گوش. به احمد رضا گفتم از سلیقه تو کمک گرفتم. من و احمد رضا با هم حرف میزنیم. همه اون روزایی که گذشته، همه اون روزایی که قراره بگذره. امروز 3 سالی که ازدواج کردیم، خوشی و ناخوشی با هم. نه؟ نه؟ کار ضروری داره. تو که میدونی ما تلفن برای کسی وصل نمی کنیم. Thank you.
نمیتونم تو رو خود پولی مال خودت بذار نجاتش بدم تو رو خود کشتیش؟ کشتمش تا زنده بمونم. رقم کثافت بودن من داره میرسه به رقم تو. دهن وا میکنی یا نه؟ تو بودی وا میکردی؟ وقتی اسلحه پر کمرته من به چه؟ زر نزنه اولاخ! شاهابا گرفتن، پونه جا زده، همه چی رو حواس. باید بزنیم تو گوش شمشو از اینجا در بریم. الان وقت زرنگ بازی نیست. الان وقتشه. خیلی خوب باشه، فعلا باید از اینجا بریم. بریم یه گوشه گم و گور بشینیم و با هم حرف بزنیم. برو جلوی در خونم، یه آمار بگیر، ببین از پلیس خبری هست یا نه. بعدش برگرد دایمو خاکش کنی. نگران رویا خانومی؟ خونه خودش نرفته؟ هرچی زنگ میزنم بر نمیداره که. با اجازتون من برم. نمیدونم، شاید رویا رفته باشه خونه. اگه رفته باشه دنبال کاوه، اگه کاوه بخواد برگرده من نمیذارم. کاوه باید تنبیه بشه. این تنبیه رو منی که با نفسم بزرگش کردم میگم. بهش گفته بودم قلم پاشو میشکنم. قسم دختر پیغمبر رو خوردم و گفتم. خدافظ.
سلام. رویا نیومده خونه؟ دختر تو چقدر شومی؟ قدمت هم شومه. سلام. سلام. چی شد مرجا؟ گفتم 5 روز. گفت 5 روز به مهلت بده تا 500 میلیون برات جور کنم. چرا این قضیه مهریه رو انداختین؟ کاسه زیر نیم کاسه کیانوشه؟ زیر این نیم کاسه پرویز خان نیست که گم و گور شده؟ منو قربانی درگیری خانوادگیتون نکنید. من سرم بره طلاق نمیگیرم. از دماغ فیل افتادم یا نیفتادم و باهاش کاری ندارم. اینکه برای کیانوش زن خوبی هستم یا نیستم و باهاش کاری ندارم. من فقط با یه چیز کار دارم. تو خانواده من طلاق هیچ تعریفی براش نشده. شما منو فرستادی که این بازیه مهریه رو شروع کنم که یه چیزی از کیانوش در بیاری. حالا اون چی هست نمیدونم. ولی یادتون باشه. شما باید این بازی رو تمومش کنید. سلام آقای سمسامی. نه خوب نیستم. اصلا نمیدونم کجاست که بدونم خوبه یا بد. از صبح از خونه نرگسشون زده بیرون. یهو گذاشته رفته. نمیدونم. من الان خونم. فلور خانم خونه است. اومدم دفترچه تلفنش رو پیدا کردم به دوستاش زنگ بزنم بلکه اونا ازش خبری داشته باشن. سمسامی عزیز، در حال حاضر که تو این دست نوشته ها رو میخونی، به احتمال زیاد من در شهری مرزی در انتظار بلدی هستم که قرار من رو از مرز رد کنه. هر چی که بود گذشته. من هیچ وقت دست بازی دادن تو رو نداشتم، ولی تو توی بازی پیش اومده ای قرار گرفتی و من نمیدونستم تو رو از این بازی کنار بذارم. بعد از اینکه زمینم اوقافی در اومد، تنها راه باقی مونده برای فرار از ورشکستگی جلو انداختن قربانی به نام احمد رضا بود. احمد رضایی که قرار بود مرده باشه و هیچ وقت نه جسدی از اون پیدا بشه و نه نشانی، اما پیدا شد و حالا هر لحظه امکانه به هوش اومدنش وجود داره. باید میرفتم سمسامی. سلام. از بابام چه خبر؟ با همه 8 میلیارد باید میرفتم، هرچند که نگران خانوادم هستم. به جز بابک که مطمئنم در هر شرایطی میتونه از پس خودش بر بیاد، نگران دخترم هستم. رویا و دسیسه کاوه منو سخت نگران کرده. از تو رفیق حمام و بالستانم میخوام که نگاه پدرانه و مسئول تو از رویا دریغ نکنی و در کمال رازداری به انتظار تماسی از من بمونی تا با کمترین دردسر و خطری دخترم رویا را به من و آدرسی در اون بر دنیا برسونی. آدرسی که بعدها به تو خواهم داد. تا بعد، تا آینده. پرویز شایسته. یه خورده سخت نیست پذیرفتنش؟ من از اونا زیاد دارم. باشه پیشتون. کیانوش
نیروها رو خبر کن. آقا دوماد پسندیدی؟ من که نباید پسندم، من رسول دوماد بپسندم. پسندیده. از قدیم گفتن دختری که مامانش تعریفش رو بخونه به درد عمش میخوره، ولی واقعا سارا خانم دختر خوبیه. دست شما درد نکنه. ممنون، قربونت برم. آقا دوماد بفرمایید شیرینی، بفرمایید. بچه‌ها رو بفرمایید. اینقدر از دخترش تعریف کرد، بفرمایید گلم. اینقدر تعریف کرد که من ندید پسندیدم و گفتم بله. اینجوری افتادم تو هچل. ببین نه راه پس دارم نه راه پیش، نمیدونم از این بار در را نیت دارم.